آید از آن در که یکی چون تو در آید، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. درود و درود و هزاران درود بر هممیهنان بسیار عالی قدر و گرانمایه، خانم ها و آقایان که در این گرد همایی مجازی برای نوروز، این کهن یادگار ایران باستان، این کهن یادگار دوران فخر و فخامت دور هم جمع شدیم که با 9 کشور دیگر در گستره جهان نوروز رو جشن بگیریم. نوروز از نظر پارسی زبانان در گستره جهان بسیار بسیار مغتنم هستش، که به قول عماد خراسانی که میگوید ما مست و خرابیم چو شبهای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر، امشبی را که درانیم قدیمت شمریم، شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر. نوروز که مغتنم هست با فصل بهار شروع میشه، فصلی که زایش طبیعت هست، فصلی که گل و گیاه و سبزه در همه جا هست، و فصلی که موجب مهر و محبت و دوستی بین انسان‌ها هست، که امیدوارم این مهر و محبت و دوستی در گستره جهان موجب صلح جهانی بشود و ما این نابسامانی‌ها رو کمتر ببینیم و بشنویم. به هر حال نوروز در روایت‌های اسطوره‌ای به جمشید شاه، پادشاه چهارم پیشدادی نسبت داده شده. در اوستا کهن‌ترین کتاب ایرانیان جمشید یا جم یا یان فره ایزدی داشته و به فرمان اهورامزدا به جنگ اهریمن میره، اهریمنی که موجب خشکسالی و قحطی شده، اهریمنی که موجب نابودی خیر و برکت شده و بسیاری از معضلات دیگر، که پس از شکست اهریمن باز خیر و برکت و شادی به مردم بر میگرده، درخت های خوش جوانه میزنند، برگ ها در میاد، گل و سبزه و چمن، مردم بسیار شاد و این روز رو روز نوروز یا روز نوین مینامند و در یک تشتی جو میریزن در اون روزگارا و سبزه میدمه، که این رو از اون دوران تا به حال به عنوان یادگار در نزد ایرانیان هست و در هر خانواده‌ای سبزه هست سر سفره هفت‌سینشون، که ما هم در اینجا یک سفره بسیار بسیار زیبای هفت‌سین که با همکاری بانوان، مهربانوان، خانم ناهید هدایتی، خانم ندا سمیگانه سمیعی و خانم شهرزاد نصیری این کار بسیار زیبا را انجام دادن که موجب شادمانی ما هست. شاد باشین، عیدتان مبارک. به قول قدیمی ها 100 سال به این ساله ها، نوروز پیروز و هر روزتان نوروز باد. گل اومد بار اومد میرم به صحرا، عاشق صحراییم بی نصیب و تنها، دل بر مه پیکره گردن بلورم، آه عید اومد بار اومد من از تو دورم. Thank you.
مرسی. آقای صبوری تشکر میگم که قبول کردین که مستر آف سرمونی برنامه ایرانیان امریکن سوسایتی آف نیویورک برای نوروز 1400 سلبریشن باشین امشب. دوست دارم به تک تک بینندگانمون سال نو رو تبریک بگم. امیدوارم که سال خوب، خوش و سلامتی داشته باشیم. سال قبلی سال سختی بود برای همگی، ولی امیدوارم که سال جدید سال قشنگی باشه و همه با سلامت این سالو به همگی تبریک میگم. دوست دارم الان انگلیسی حرف بزنم برای بینندگان انگلیسی زبانمون. Welcome. I'd like to welcome everybody to the Iranian American Society of New York's Nowruz 1400 celebration. This will be the 39th annual celebration for the Iranian American Society's Nowruz celebration. I would like to let everyone know that I thank every individual that has come before us, all my board members, and I would like the audience to know that this is not a one-man or two-man job. We have a handful of volunteers and years of people that have worked very hard. I would like to thank the ladies that have done such a wonderful job on the Sofre Hafsin, خانم یگانه سمی و خانم ناهید هدایتی. Thank you so much for a job well done. I'd like to bring to everyone's attention that before us, there have been years and years of people working hard to bring, to make certain that our culture moves on and spreads year after year, generation after generation. I'd like to thank all the people that come before us. I'd like to thank my board of directors, the Iranian American Society Board of Directors, Vice President Mr. Saeed Mani, Mrs. Shola Sharifi, Mrs. Floria Nikpur. The wonderful lady to the right of me is Mrs. Vida Tehrani. The wonderful lady to the left of me is Mrs. Heidi Danishwar. The wonderful gentleman to the left of me is Mr. Suresh Ghorughi. I'd like to thank Mrs. Margaret Nia, Mr. Majid Khosrowshahi, and I believe I haven't missed anyone. But regardless, these are the wonderful people that help, and all the volunteers like Mrs. Marjan Khalili, who is a director of one of our schools. More importantly, I'd like to, you know, we try to bring these events to you year after year, sometimes several times a year. We couldn't do it without our sponsorships. Ravagh Persian Grill, obviously Mr. Masoud Tehrani and Kaveh Tehrani, have always been huge supporters of IAS, year after year, event after event. You know, this year we did something that was wonderful. We initiated our IAS COVID-19 financial assistance program, and Mr. Masoud Tehrani donated food to people most in need in our Iranian community here in New York. So we thank you for that. And I'd like to also thank the Sakai Foundation and Share Estates, Mr. David Sakai and Rodney Dawoodi, because they have also been supporters of IAS year after year. You know, without these wonderful sponsors, this event wouldn't be possible. The people that are gonna come right after we speak would not be possible. Maz Jobrani is a great Iranian-American, a success story, and Tehran Von Ghasri, and certainly Mr. Saeed Farajpouri. So without further ado, I would like to now welcome a Iranian-American that we're most proud of. We are most proud of in New York in the last several years. We've been lucky to have a New York senator who is Iranian-American and an Iranian-American woman. So I would now like to introduce Senator Anna Kaplan, as she would like to say a word for this Nowruz. Good evening, everyone. I'm Anna Kaplan, New York State Senator, here with a message for you and your family this Nowruz. Nowruzatun Mubarak. Omidvaram ke sal khubi, khoshi, tandurusti va por barakat baraye tamam hamvatananam har jaye donya ke hastand. I want to thank Ali Reza Hidayati, Bida Tehrani, and the entire board of the Iranian American Society. I am so grateful
for all the great work IAS does throughout the year, but especially in this past year. Since the pandemic, IAS has instituted the COVID-19 Financial Assistance Program, which has provided both financial and nutritional assistance to many families in our community who are in dire need of assistance. Your generosity and service is deeply appreciated, and it brings me a sense of pride and joy this Nowruz holiday. Thank you again. نوروزتون مبارک. با هم دیگه سال 1400 رو خوش آمد میگیم. Thank you so much, Senator Kaplan. You've always been an inspiration, and IAS always thanks you for honoring us with your presence. We really appreciate it, and you've always been an inspiration. Thank you so much. بسیار سپاسگزارم جناب آقای علی رضای هدایتی عزیز. بسیار بسیار صحبت‌های جالبی در مورد انجمن گفتین که من خودم مستفید شدم. خیلی خیلی زیبا. آقای علیرضای هدایتی رئیس جمعیت همکاری ایرانیان واقعاً با کوشش بسیار سعی می‌کنن که اهداف انجمن رو از قوه به فعل در بیارن و در این راه سخت کوش هستن و در اینجا باید یادی بکنیم از جناب آقای دکتر رضا هدایتی رئیس سابق و پدر علی جان که واقعا شهسوار انسانیت و دوستی و مودت و چه کمک‌هایی به نیازمندان کرد و چقدر در راه حفظ و پویایی فرهنگ و هنر ایران قدم برداشت. چقدر خوب شد که یادی بکنیم از این بزرگوار. علی نازنین الان کار پدر رو دنبال می‌کنن به مصداق اینکه گفتن پسر کو ندارد نشان از پدر تو بیگانه خانش نخانش پسر. به هر صورت بسیار بسیار سپاسگزار آقای هدایتی عزیز. امیدوارم که در کارهاتون بیشتر موفق بشین و میدونم که هستید با این انرژی زیادی که دارید. مرسی آقای صبوری. تشکر. ما امشب در این برنامه گرد همایی مجازی مهمان عالی قدری رو داریم از کانادا. جناب آقای سعید فرجپوری هستند که یکی از هنرمندان به نام ایران هستند، نوازنده کمانچه و ویالون که دارای سی‌دی های بسیاری هستند و ایشون در گروه های مختلف همکاری کردند و در گروه دستان رو میشه نام برد و با هنرمندان و خوانندگان بزرگ مملکت همکاری داشتن که نمونهش استاد شجریان خواهد بود که ازشون استدعا میکنم که صحبت بکنن راجع به برنامهشون و برنامهشون رو معرفی کنم. بسیار سپاسگزار آقای فرجپوری که در این برنامه شرکت میفرمایید. من الان صدا و تصویرم هست در حال حاضر. با عرض سلام و با تبریک سال نو ممنون از شما جناب صبوری و تبریک میگم سال نو رو برای همه دوستان، هموطنان و مردم عزیز میهنم در جای جای این کره خاکی. آرزو میکنم سال پیش رو غلبه بر بیماری ها، سیاهی ها و دوری ها باشه. در سال گذشته شاهد ظهور بیماری های همگیر و در نتیجه دوری از همدیگه و بحران تنهایی بودیم. شاید دوباره پس از مدت ها توجه ما به این نکته جلب شد که چقدر دوری ها و عدم ارتباط با همدیگه در تضعیف روحیمون مؤثره و چقدر بدون همدیگه ضعیف و ناتوان و ناشاد و همچنین چقدر نیاز با هم بودن در ما قوی است. در این بهار برای همه مردم آرزوی سلامتی، بهکامی و همبستگی دارم و امیدوارم خشونت و بیمنطقی جاشو بده به صلح و دوستی و خردورزی.
امشب من هم با سازم در خدمتتون هستم و دو قطعه براتون اجرا میکنم از خراسان و کردستان از دوستان عزیزم جناب سعید منیعی و جناب هدایتی که مسئولیت این برنامه رو داشتن تشکر میکنم امیدوارم لحظات خوبی رو در کنارتون باشم و بتونم سازی بزنم که به دلتون بشینه
با سپاس از همگی شما. ای جان جان ما نامدیم از بحر نام.
هر جهگ داروی مکن در بزم سلطان ساقیا هر جهگ داروی مکن در بزم سلطان ساقیا از این موسیقی بسیار دلپذیر و فاخر. دست شما درد نکنه جناب فرجپوری، واقعا نمیدونم اطلاع دارین که این ویدیو شاید صدها هزار بار در فضای مجازی دیده شده، به خصوص که استاد شجریان و همایون شجریان این آهنگ زیبای شما، این ملودی زیبای شما رو خوندن که واقعا بسیار بسیار مغتنم هست. دستتون درد نکنه به امید کارهای زیبای آینده. خیلی خوب، حالا برمیگردیم به برنامه هایی که قرار هست از
جمعیت همکاری ایرانیان از طریق زوم پخش بشه که خواستم در اینجا استدعا بکنم از سرکار خانم تهرانی نازنین که راجع به این برنامه ها صحبت کنم و توضیح بدم. خانم تهرانی استدعا میکنم، بفرمایید. نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار، عطر نرگس رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد. با سلام و عرض تبریک خدمت همه دوستان و اعضای محترم IAS، برنامه‌های دو ماه آینده رو که از طریق زوم ارائه خواهد شد خدمتتون اعلام می‌کنیم. در یک شنبه 11 اپریل دکتر نادر گندوانی، نویسنده و مدیر امور مالی و سرمایه گذاری از دانشگاه هاروارد، یک شنبه بعد 25 اپریل دکتر جان لیمبرگ، سفیر و معاون سابق وزیر امور خارجه آمریکا، و به دنبال اون در پنج شنبه 29 اپریل آقای امیر صبوری، بنیانگر بنیاد رودکی نیویورک و مورخ تاریخ شفاهی، و بعد از اون در یک شنبه 15 میماه پروفسور عباس امانت، استاد تاریخ مدرن و مدیر برنامه مطالعات ایران از دانشگاه ییل. در دوشنبه 24 میماه خانم نسیم علی خانی، صاحب رستوران موفق سفره در بروکلین نیویورک. یک شنبه 13 جون خانم عاطفه ریاضی، مدیر ارشد اطلاعات در سازمان ملل که اکنون به عنوان مدیر اطلاعات عام در بیمارستان اسلون کترینگ مشغول هستند. و در خاتمه جمعه 7 میماه گرامی داشت روز مادر با حضور فردی شما عزیزانمان خواهد بود که محل برگزاری این برنامه رو به زودی به اطلاعتون خواهیم رسوند. در ضمن در مورد برنامه های ما، پیشنهادات، انتقادات، اگر صحبتی هست یا دوست دارین ایمیل برامون بفرستین، با ما میتونین تماس بگیرین events@iasnewyork.org و در اسرع وقت ما باهاتون در تماس خواهیم بود. ممنون. به 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 به، سپاسگزار از این اطلاعات بسیار جامع و چه برنامه های زیبایی در دو ماه آینده خواهد بود. امیدوارم که همیهنان فرصت بکنن که این برنامه ها رو ببینن. بریم سراغ یکی دیگر از اهداف جمعیت همکاری ایرانیان IAS که بسیار بسیار ضروری هست و آن کلاس‌های زبان فارسی است که من استدعا می‌کنم که در این مورد جناب آقای سروش نازنینم صحبت بفرمایند و ما رو بیشتر راهنمایی کنند. سروش جان خیلی خوشحال هستیم که اینجا هستیم، خیلی خوشحال هستیم که از میامی باز برگشتید به نیویورک و به هر حال مقدمتون مبارک هستش و ما خیلی خوشحال هستیم که اینجا هستیم. بفرمایید صدا میکنم. سپاسگزارم آقای صبوری، عزیزانی که اینجا حضور دارن. قبل از هر چیز میخواستم پیشاپیش نوروز سال 1400 رو به همه عزیزان حاضر در جمع و دوستان عزیزی که دارن ما رو میبینن تبریک میگن. امسال یک فرقی داره، 1300 میخواد بشه 1400، ما از دست این 13 میخواییم راحت بشیم انشالله که برای همه خوشیوم باشه. عمر مدرسه فردوسی تقریبا هم اندازه عمر IAS، انجمن همکاری ایرانیانه. علتش هم اینه که مسئله آموزش زبان فارسی و انتقال فرهنگ به نسل جوان در آمریکا خیلی مهم بوده. به این منظور سه تا و هیچ وقت هم این متوقف نشد، سه شعبه لانگ آیلند، وستچستر و بروکلین همواره فعال بودند.
امسال هم با وجود بروز همگیری کووید کار مدرسه تعطیل نشد. باید تشکر کنیم از خانم شعله شریفی و خانم مرجان خلیلی، مدیران مدرسه، که در شعبه لانگ آیلند به صورت حضوری در شعبه وستچستر هم به طریقه آنلاین مدارس رو ادامه دادند. امیدواریم به زودی شعبه بروکلین هم کارش رو شروع بکنه. در شعبه لانگ آیلند نمونش فرزند خود من با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بدون توقف برنامه‌ها ادامه داشت. در کنار آموزش زبان، آموزش فرهنگ ایرانی، آموزش آشنایی بچه‌ها با هنر و تاریخ ایران از طریق حضور در برنامه‌هایی مثل جشن نوروز، جشن مهرگان و شب یلدا داره اتفاق می‌افته و نتایج خوبش رو می‌بینیم. برنامه‌ای هم برای آموزش زبان برای بزرگسالان داریم. اگه اجازه بدید من این رو به زبان انگلیسی بگم، چون عزیزانی که ممکنه فارسی ندونند برنامه رو مشاهده می‌کنند. In April, we are adding a virtual classes designed for adults that are interested in learning Farsi. I would like you, if you would like to join the classes, you can email us at ferdowsi@iasny.com or visit our website. Wish you more than ever happy Nowruz. I think that's it. Is there anything else you want to add, Mr. Hedayat? I just want to correct the email address. Oh, right. If our viewers can email ferdowsi@iasnewyork.org, it has to be spelled out New York, so iasnewyork.org. Yeah, hopefully Mr. Ferdowsi. Ramesh is going to write it down somewhere in the screen. We will have it on the screen for you. I want to thank you, he's here, and everyone else. Sorry about, I'm not expert in talking, so. No problem. I try to do my best, and that's it. بسیار بسیار زیبا بود سروش جان، بسیار مهم هست. یعنی واقعا شاید یکی از شاید بالاترین اهداف انجمن همین برنامه کلاس های زبان فارسی باشه. نمیدونی چه خدمت بزرگی هست که واقعا به نوباوگان خودمون میکنیم که آشنا بشن با زبان فارسی، با زبان شیرین فارسی، با فرهنگ، همونطور که فرمودین فرهنگ ایرانی که حالا نوروز و یلدا و مهرگان و چهارشنبه سوری و البته عید نوروز و اینا. خب الان خواستیم که صحبت بکنیم و در مورد یک مسئله بسیار بسیار اساسی از خانم هایده دانشور، Chair of Mentorship and Scholastic Award Program، و یک برنامه بسیار جالب هست که یک تشویقی هست واقعا برای نوباوگان ما، که بسیار سپاسگزار هستیم که خانم دانشور این برنامه رو به عهده گرفتن و انجام میدن. خانم دانشور بسیار سپاسگزار از لطفتون، استدعا میکنم که بفرمایید برنامه رو. مرسی آقای صبوری. فرارسیدن نوروز باستانی را به همه هموطنان عزیز تبریک میگویم و آرزوی سالی شاد و سالم برای شما عزیزان دارم. During the time of extraordinary challenges, mutual support is more important than ever. That's why we are so excited to unveil and invite you to join IAS newest communities, the mentorship and the scholastic award programs. IAS members and the young generation of Iranian-American community are now able to create a more in-depth, career-focused, one-on-one connection with one another through IAS mentorship program. The purpose of this program is to connect professional mentors in different fields with high school and college students.
Through mentoring, our children will have a better chance, an idea in making their future academic and decisions. We have currently several mentors and mentees whom we have connected and matched. Please join us if you are interested. The IAS Scholastic Award Program is an achievement-based award designed to recognize accomplished graduating high school seniors. IAS scholars are selected each year to receive this award based on their academic achievement, college entry exam, such as SAT or SAT, and community services. We are pleased to announce this year the scholarship winners. Ms. Karina Khalidi, graduating senior of Oyster Bay High School. Ms. Sahba Mirzad, graduating senior of Sayasat High School. We congratulate the winners and thank those who participated in this program. Thank you. بسیار سپاسگزاریم خانم دانشور عزیز. چه برنامه زیبایی، چقدر تشویق کننده است برای بچه های بسیار جوان که کار بسیار زیبایی است. ولی خانم جایزه چی؟ از آقای هدایتی باید بپرسیم که این اسکالرشیپ چی هست، چه چیزی باید باشی، یا هنوز تصمیم نگرفتیم بابت این؟ نه، جایزه شو خود رئیس منتورشیپ و رئیس اسکالاستیک اوارد پروگرام خانم دانشور میتونید بپرسید. خب عالی دیگه. به هر حال حالا شاید بعداً این رو اعلام بفرمایین که بچه‌ها بیشتر تشویق بشن، که جایزه هر چی بالاتر باشه بچه‌ها بیشتر تشویق میشن. 100%. چون این برنامه جدیدی شروع شده و حالت پایلت داره، الان ما با $500 اسکالرشیپ شروع کردیم و امیدواریم که در سال‌های آینده این مبلغ بیشتر اضافه بشه. البته دونیشن ممبرز و آدر سپانسر دفنیتلی هلپ خیلی بزرگ خواهد بود. بسیار بسیار امیدوارم که برنامه موفقی باشه که مطمئن هستم که خواهد بود. الان یکی از هنرمندان و کمدین های خوبه که در لس آنجلس زندگی میکنه، آقای تهران رو میخواهیم از حضورشون فیض ببریم. تهران یک موجود استثنایی هست، با اینکه در اینجا به دنیا آمده و با نهایت سعی و کوشش زبان فارسی رو یاد گرفته و خیلی جالب صحبت میکنه، البته یه لهجه کوچیکی داره، ولی انقدر علاقمند هست به فرهنگ و هنر ایران و چندین برنامه‌های شوی تلویزیونی داره در لس آنجلس که من دیدم که خیلی هم مسلط هستش. بر صورت تهران عزیز، خوش آمدید به برنامه نوروزی جمعیت همکاری ایرانیان. بسیار سپاسگزار هستیم و استدعا می‌کنیم که برنامه خودتون رو شروع بکنید. سلام عرض میکنم و درود فراوان بر همه شماها دوستان عزیز و IAS. امیدوارم که همگی خوب باشین، سلامت باشین و این نوروزم که خیلی از همه چی مهمتر سلامت بمونین، با خاطر اینکه همه ما درگیر کرونا هستیم. سلام عرض میکنم به گروه IAS. اگر لطف کنین برای چند تاتون که دارین گوش میدین، 10 یا 20 نفر ما داوطلب لازم داریم که صداشون رو وصل کنن، آن میوت بکنن که صدایش خنده های شیرینتون رو ما بشنویم، اگر میشه لطف کنید 10 تا 20 نفر. ولی مطمئن باشین که جارو برقی دستتون نیست که آن میوت میکنین، نمیدونم دارین ظرف نمیشونین، همینجا هستین، با ما هستین. دوستان عزیز اگر میشه لطفاً چند نفر آن میوت کنن و اونا که پشت
صحنه هستن آن میوتشون کنین. چند نفر دستاشون رو بلند کردن، الان بالا کردن دستاشون رو. اگر لطف کنین لطفا اینا رو بیارین پای صحنه. تهران تو اون تهران، شب و روز همگی بخیر. مرسی که با من بودین امروز. ببین برنامه تازه بهترم میشه. امیدوارم که خوش گذشته باشه براتون. ببین من یک دوست خوب دارم الان، منو لطفا رو انستا و همه چی پیدا کنین برای بچه‌ها، به خصوص I am Tehran منو پیدا کنین. الان یک دوست صمیمی و خوبمو دارم، میخوام دعوت کنم پای صحنه. یک شخصی که واقعا محبوب و دوست داشتنی، کتاب داره I'm not a terrorist but I play one on TV، چند تا نتفلیکس سپیشل داره، یکی هم رو پیکاک همین الان ایمیگرنت. اگر ایمیگرنت سپیشلش رو نتفلیکس تماشا کنی خیلی دوست داریم، اگر نه وریور رو پیکاک. دوستان عزیز این هم شما، این هم ماز جبرانی. Thank you. Zinde ba Tehran. Give it up for Tehran, ladies and gentlemen. Give it up for Tehran. Dast bezanid. Dast bezanid. Khanam aghayun. Kaf. Ye kaf, ye dast. How are you guys? Khubin? Hamme khubin? Hello IAS, Iranian-American Society of New York. How are you? خوبین، مخلصم، چاکرم، چاکرتون مخلص و مخلص و چاکر. بچه ها this is amazing, I'm so happy you're doing this. اولا که IAS of New York, why don't you just go IASNY, ice near, that would be easier. چرا یه ها رفتین IAS New York, you know what I'm saying? I'm just saying, as a recommendation, number one. Number two, آقای صبوری دمتون گرم. The people sitting in the studio, دمتون گرم. I heard a lot of the people watching Iranio were so... ببین, we can't sit still. People have been messaging the studio going, why are you sitting next to each other? It's COVID, sit 6 feet apart. ببین, باور کن. به من تکست دادن گفتن همه واکسن گرفتن. Don't worry, relax. تمام ویورا که دارین تماشا میکنین، اینا که نشستن تو استودیو واکسن گرفتن. بابا ما ایرانی هستیم، همه ایرانی ها واکسن گرفتن. I don't know if you heard, they said that to get a vaccine you gotta either be old, comorbidity or Persian. Those were the three things. Every Persian's gotten the vaccine. البته من نگرفتم. So اگه دکتری هست تماس بگیرین. I need the vaccine. Listen, here's the point. I think آقای صبوری, I loved your introduction because he said منم یه خورده فارسی انگلیسی ماشاءالله به تهران نیم ساعت فارسی صحبت کرد. باری کلا به تهران. آقای صبوری شما گفتین تهران ماشاءالله هنرمند این و اون، بعد گفتین فارسی صحبت می‌کنین ولی لهجهش جالبه. That was very funny. So when you say جالبه means like I don't know. یعنی یه خورده، ولی ماشاءالله لهجهش خوب بود. بهتون بگم ببین guys listen to me. مرسی که ما رو دعوت کردی. فکر کنم دیگه I'm going to pass it back to New York, right? Any other questions we need to answer? Well, I want to thank everybody who tuned in to watch the whole event tonight. تشکر از همگی، تشکر از IAS, تشکر از آقای فرجپوری و از تهران جان و از تمام دوستان که داوطلبی اومدن با ما خندیدن. مرسی، سال نو تبریک. Happy 1400 and back to New York. نوروز مبارک. سال نو مبارک. سال نو مبارک. مرسی، عالی بود. عالی بود. تو چه می‌بینین؟ تازه چای گذاشتیم دم بکشه. دارین می‌بینین؟ تازه زوده. چای نمی‌خوریم. شب بخیر. شبتون بخیر. Thank you. مرسی. There's more show. We're going back to New York. به به از این برنامه بسیار فاخر و زیبا. ماز عزیز خیلی خیلی زحمت کشیدی و باز تشکر میکنیم از تو که در این برنامه شرکت کردی و آرزوی موفقیت داریم برای تو در سال پیش رو. عید مجدداً به تو مبارک باشه و امیدوارم که در برنامه های بعدی هم از
حضور فاخرت استفاده بکنیم. خب ما در اینجا باید تشکر بکنیم از جناب آقای سعید فرجپوری، از تهران عزیز، از آقای ماز جبرانی مجدد، از عزیزانی که باز این سفره بسیار زیبای هفت‌سین رو چیدن، خانم ناهید هدایتی، خانم یگانه صمیمی و خانم شهرزاد نصیری. بسیار بسیار سپاسگزار هستیم، سپاسگزار از اعضای محترم جمعیت همکاری ایرانیان، خانم تهرانی عزیز، جناب رئیس آقای هدایتی و ارزم به حضورتون که خانم دانشوری و جناب سروشیان. خب حالا صحبت میکنیم که جناب هدایتی شما شروع کنم. خانم تهرانی شروع کنم. خیلی خوشحالیم که تمام بینندگان عزیز شاهد این برنامه خیلی زیبای نوروزی IAS بودن و از همکاری همه عزیزانی که هر نوع قسمتی در این برنامه داشتن و هر شراکتی در این برنامه از نظر کمک کردن و والنتیر کارهایی که انجام دادن تشکر بکنیم. همینطور از بینندگان عزیز. خانم دانشور شما بفرمایید. در خاتمه عید شما دوباره مبارک، نوروزتون فرخنده و پیروز باد. آقای قروغی شما بفرمایید. نه من آخر میرم، من آخر برنامه کلوز کنم. بفرمایید شما. عرض کنم که منم دوباره تبریک میگم. این برنامه داره تموم میشه ولی it's just the beginning. We are going to start celebrating Nowruz. Wish you all the best. من هم دوست دارم، من ببخشید انگلیسی حرف میزنم. I want to thank everyone, especially the people that joined us, starting with the master of ceremony, Mr. Amir Saburi. Thank you so much for running this event for us. We couldn't do it without you. I would like to thank Mr. Farajpouri, wonderful music, Mr. Tehran, Mr. Maz Jobrani, who is a real Iranian, another proud person in the community, because I know how much work he does for nonprofit organizations, and he's always someone you can count on to be there when you need him most. So thank you so much. And I'd like to thank everybody. What a wonderful Nowruz. Let's all wish for a better new year. Happy Nowruz. Nowruz hame piruz. Merci. خب همگی با هم به آدیونز عیدتون مبارک.
شب به اون چشمات خواب نرسه به تو میخوام وقت تو نرسه بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه